جعفر پناهی کارگردان سرشناس سینمای امروز ایران به 6 سال حبس تعزیری و 20 سال محرومیت از ساختن فیلم، نوشتن هر نوع سناریو، مصاحبه با رسانه‌های محلی و خارجی محکوم و مسافرت وی به خارج از کشور ممنوع شد. این کارگردان 49 ساله ایرانی برنده شیر طلایی جشنواره ونیز سال 2000 میلادی و جشنواره دوربین طلایی از جشنواره فیلم کن و خرس نقره جشنواره سینمایی برلن سال گذشته دستگیر و به ساخت فیلمی درباره انتخابات جنجالی ریاست جمهوری خرداد ماه سال گذشته در ایران متهم شده بود. به رغم رد اتهام ساخت فیلم علیه حکومت ایران، جعفر پناهی 88 روز نزدیک به 3 ماه در زندان اوین به سر برده، دست به اعتصاب قضا زده و با قرار وثیقه 200 میلیون تومانی آزاد شده بود. بازداشت پناهی واکنش‌های زیادی در خود ایران و کشورهای خارجی را در پی داشته و عباس کیار رستمی، دیگر فیلمساز سرشناس ایرانی، در حضور در یک کنفرانس مطبوعاتی در جشنواره سینمایی کن، زندانی شدن این فیلمساز را غیر قابل تحمل خوانده است. جعفر پناهی یکی از داوران بخش مسابقه جشنواره کن بود و حتی با وجود زندانی بودن وی در ایران، در مراسم افتتاح جشنواره و تا پایان آن نیز یک صندلی خالی برای وی در نظر گرفته شد. پناهی پس از آزادی نوشته بود: به رغم آزادی از زندان، من همچنان آزاد نیستم که به خارج از کشور سفر کرده و در فستیوال‌های فیلم شرکت کنم. به اعتقاد وی، وقتی به یک فیلمساز اجازه ساخت فیلم داده نمی شود، به مثابه این است که فکر او همچنان در زندان است. ممکن است او در سلول کوچکی در حبس نباشد، بلکه او در زندان بسیار بزرگتری سرگردان است. جعفر پناهی در دادگاه خود را فیلمسازی غیر سیاسی خوانده و اعلام کرده است که به جرم ساختن فیلمی محاکمه می شوم که هنگام دستگیری حتی 30% آن هم فیلم برداری نشده بود. به گمان من، بازداشت من و همکارانم در حین فیلم برداری فیلم ناتمام، هجوم صاحبان قدرت بر همه اهل فرهنگ و هنر سینماگران کشور است و قدرت نمایی برای این که هر که از ما نیست و مثل ما فکر نمی کند محکوم است. در این میان، حکم محرومیت از سفر به خارج برای جعفر پناهی زمانی صادر شده که وی برای عضویت در هیئت داوران دوره آینده جشنواره سینمایی برلین انتخاب شده.